نفس تو مثل شتر خود پرور است، خود پرست و خود سوار و خود سر است. مرچو آور زمام او به کفتاشوی گوهر، اگر باشی خزف هر که برخیش نیست فرمانش روان، می شود فرمان پذیر از دیگران. وقتی ما حاکم نشدیم، نفس ما با ما امارت کرد، نفس ما با ما حاکمیت کرد. و ما ابرئ و نفس، سه قسم نفس داریم ما. یکی اون نفس ها همون بعد پس وجود ما است که ما را به سمت حیوانیت می کشاند. حضرت یوسف از همین نفس شکایت دارد، میگه و ما ابرئ و نفسی این النفس لامارت بالسوء. وقتی پادشاه مصر به یوسف میگه ای یوسف جوان، ای یوسف خوشتیب و خوش قیافه و خوش منظر، تو چگونه توانیسی در برابر زنان مصری تحمل کنی، در برابر زلیخا تحمل بکنی؟ یوسف نمیگه از کمال من است، یوسف نمیگه خیلی تقوا دارم، خیلی پرهیزگاری داشتم، من دیگر منم. نه، یوسف چه میگه؟ و ما ابرئ و نفسی، من تبریه نمی کنم نفس خود را، این از کمال نفس من نیست. این النفس لامارة بالسوء، نفس انسان ها، این سقه ها همه برای تاکید است، این برای تاکید، نفس خودش اسم است برای تاکید، لام لامارة تاکید، اماره خودش سقه مبالغه است تاکید. این النفس لامارة بالسوء، یقینا حتما و حتما و حتما و حتما، همه سقه های تاکید است. این النفس لامارة بالسوء، یقینا این نفس امر کننده است انسان ها را به سمت گناه. این یک نفس. نفس دوم لوامه است. اون نفس لوامه، اون هم در سوره قیامت آیه دوش، لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، اون همون وجدان بیدار رو میگوید که وقتی به سمت گناه میرود تو را دیگر کون میکند، ملامتت میکند، سرزنشت میکند. مثل که بکر ابن عبدالله در عرفات گفت، من پیشتر گفتم که خدایا اگر من نمی بودم شاید دعای همه اینها قبول می شد، همه اینها را می بخشی. چقدر شکستگی داشت. احنف ابن قیس چراغ را روشن می کرد، باز انگشت خود را می گرفت سر چراغ، آتش این چراغ انگشتش را می سوختان، با چی می گفت؟ ای احنف، حنیف می گفت، حنیف یعنی چوچگک، ای حنیف، ای چوچگک، ای زلیلک، ای گناهگار، بچش این آتش را که در فلانی جا فلانی گناه را مرتکب شده بودی، ببین که آتش دنیا را تحمل کرده میتوانی. این را میگن ملامت، وجدان بیدار. حضرت موسی را از پروردگار پرسان میکنه که خدای تو را در کجا جستجو کنم، کجا پیدا کنم؟ الله فرمود پیش شکسته دلان برو، ما اونجا هستم. پیش انسان‌های متواضع و انسان‌های شکسته، انسان‌های فقیر، عزیز من یکم وقت کبر نکنیم. یکم عجب و خودپسندی ما را نگیرد که عبادت ما می‌کنیم، ما علم داریم. نه، اینها دیگه انسان باید به کبر وا ندارد، شکسته باشه. هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. افتادگی آموز اگر طالب فیضی. گفت در کجا پیدا کنم پروردگار را؟ گفت در نزد شکسته دلان. حتی حافظ ابن قیوم جوزیه کتاب دارد به نام طب القلوب، تداوی قلبها، در اون کتاب خودش صفحه 101ش میگوید از آل داوود نبی، میگه در مکتوب آل داوود نبی نوشته بود که انسان عاقل 4 ساعت را هیچ روز در زندگی خود فراموش نمی کند. یکی از اون ساعت، اون ساعتی که به یاد و ذکر خدا مصروف مشغول می شود، این را هیچ وقت فراموش نمی کنه. یک ساعت خود را در روز قرار داده که یاد الله را بکنه و ذکر الله را بکنه. و دوم ساعت، آن ساعت است که نفس خود را محاسبه می کند، نفس خود را محاسبه می کند. عزیز من، نفس های ما، من مثال بزنم، نفس های ما مثل یک شریک تجاری غیر قابل اعتماد است. تعبیر نفس ما مثل یک شریک تجارت ما که غیر قابل اعتماد باشه. پول ما با پیشش هست اما قابل اعتماد ما نیست، هر لحظه در ترس هستیم مبادا با ما خیانت بکنه، مبادا پول ما را فرار بده. چقدر متوجهش هستی؟ شب و روز از این آن پرسان میکنه، فلانی را میشناسی؟ پول ما با پیشش هست،
فلانی نمیشناسی، چقدر کسا را شاهد میگیری، حتی دکانها را شاهد میگیری. به خاطر چی؟ برای اینکه در تجارت این مشکوک غیر قابل اعتماد است. عزیز دل من، به این نفسی که در درون ما هست غیر قابل اعتماد است، کنترولش بکن، و الا بزرگترین خیانت را در پیکر وجود تو میکند که تو را به آتش جهنم میاندازد. این غیر قابل اعتماد است، به این اعتماد نباید کرد. لجامش را محکمتر بگیر، متوجه باش که از کدام درها، از کدام راه ها به من خیانت میکند. هفت راه دارد خیانت نفس. عزیز من، این راه ها را خوب بشما. اول چشم تو هست، اول دره که از اونجا این نفس سرکش میشود چشم تو هست. پس خیلی متوجه به من نگاه کنین عزیزای من، به من نگاه بکنین، کسی میآید بیاید به من نگاه کنین. من گفتم این نفس اگر کنترولش نکردی شریک غیر قابل اعتماد بدن ما هست. اگر متوجه نشودی شکستت میدهد. هفت در دارد، هفت در. این نفس اگر این هفت در کنترول نشد، اگر جلوی این هفت در گرفته نشد، این نفس در بدن ما دیگر ظالم می شود و ما را به هر سمت و سوی می کشاند. اون وقت دیگر چشم ما از آخرت بند می شود، چشم ما از عذاب قبر، از سؤال نکیر و منکر، از تلخی جان دادن، از همش بند می شود. من یک داستان را امروز در قصص الهدایت عمر خالد رحمت الله علیه حفظه الله دیدم، خیلی جالب بود. گفت یک دختر 20 ساله حادثه کرد، در موتر حادثه کرد، تصادف کرد. این دختر در بستر برده شد، در بستر شفاخانه. میگه خانوادهش آمدن پیش دختر، گفتن چطور هستی؟ گفت الحمدلله خوبه. گفت بعد از چند دقیقه بعد این دخترک جان داد. غسار این دختر کسی که این مرده شوی است، غسار این دختر ام احمد نام داره، سرزمین مصر است. و یک داستان عجیب از این دختر قصه میکنه. تو هم آرزو بود که خدایی را به من نصیب بگردانه، به تو هم نصیب بگردانه. این ام احمد میگه این دختر را آوردن سر تخت انداختن که حالا شروع بکنیم به شستشویش. میگه وقتی که شستن این مرده را شروع کردیم، همین دختر را دیدیم که از سراخ بینیش یک ماده سفید بیرون شد. میگه به مجردی که این ماده سفید از دماغ این دختر جوان 20 ساله بیرون شد، تمام این فضا آگنده، تمام این فضا مملو از خوشبویی شد، تمام این فضا را معطر کرد. اصلا ما چون این خوشبویی را ندیده بودیم. میگه بوی مشک بود، ولی نه مشکای دنیا، بوی مشک بدی ماده سفید. اگه مشک دیده باشین سفید است. گفت یک ماده سفید از بینیش بیرون شد، تمام این فضا رو معطر کرد. میگه ما دیگرها را فرا خواندیم، همه ما آنقدر خوشحال بودیم که به صورت این دختر یک چهره نورانی داشت. خود جان داده، گفت هیچ زخمی در بدنش نبود، میشستیم، ولی این عطر این آنقدر ما رو وادار کرده بود که طبیلتر و دراستر بشویم، ما از این عطر استفاده بکنیم و خوشبویی این عطر در مشام ما برسه. میگه بعد از این غسلش که کفن کردیم، همه جمع شدن، گریه را کرو فراموش کرد، همه جمع شدن پیش خانوادهش که دختر چی کاره بود. گفت این دختر وقتی از 13 ساله شد، از 13 سال بعد از بلوغ دیگر یک وقت نماز خود را ترک نکرده بود. امروز مادرای ما نماز میخواند، امروز دخترای ما نماز میخواند، امروز پدر واقعا اشک پشیمانی در دلهای شب میریزاند، اشک ندامت که من پدر خوب نیستم در دلهای شب میریزاند که دختر من نماز نمیخواند. گفت از بعد از بلوغ دیگه فرض از فرایض الله را ترک نکرد، هر دوشنبه و پنجشنبه هم روزه میگرفت، آنقدر به یاد خدا مصروف بود. میگه وقتی که صحبت میکرد همین که صحبت ختم میشد، نوبت دیگر کس میرسید، تسبیح سبحان الله سبحان الله سبحان الله. یه چهره‌ای داشت، میگه فکر نمیکردی که این مرده است، چهره خیلی نورانی تر از اول. چرا دیگه حالا آغوش رحمت خدا باز شده است. از این بطن دنیای پست، از این دنیای بی ارزش، از این دنیای بی قیمت، از این دنیای کهنه، از این دنیای پیر خرفتی بدشکل، این دیگه سفر کرده در کجا؟ در آغوش رحمت پروردگار عالم.
ای خود در آغوش رحمت است، دیگر او باید خوش بباشد، ای آخو میخواید در جنت برود، خوش آن که پاک آمد و پاک رفت. 20 سال سندش بود، شاید خیلی آرزوها داشت، اما الله رو فراموش نکرد. همین ام احمد میگه چند روز بعد یک دختر 17 ساله دیگر آوردن سر تخته اندختن، میگه خیلی پوست سفید داشت، وقتی شروع کردیم با غسل دادن میگه دیدیم که پوستش مثل شب تاریک سیاه شد، میگه بدبویی از بدن این دختر بیرون میشد. میگه نگفتیم به خانوادهش کنه ها نترسن، فقط همه خبرش گفتیم که یه تو مرده شما ناخوشایند معلوم میشه در نظر ما، چی مشکل داشت؟ میگه مادرش گریه میکرد میگفت نماز نمیخوام، نماز نمیخوام، به خدا پول عزت نمیدهد، نام عزت نمیدهد. کامیاب واقعی کسیست که در کنار پل صراط وقت استاده میشود پایش نمیلرزد. کامیاب واقعی اون کسی است که وقتی مرمی تصادف میکند در همون لحظه میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. باردگارهای قطاره کسی را عزت نمیده، موترهای شیشه سیاه کسی را عزت نمیده، چوکی و قدرت و مکنت و رفعت و وزارت و اینها کسی را عزت نمیده. یک چند روزی دنیا چشمای همه به سمت ما میمونه، او فلانی خیلی مشهور شده، کجا چی درده را دوا میکنه؟ امی که فلانی مشهور شده چی درده را دوا میکنه؟ درد از بدن تو دور کردن نمیتونه، مرگت آسان نمیشه. اسرائیل باز به تو رحم نمیکنه که تو خیلی مشهور بودی دیگه جانت آسان تر بگیره، شایدم سختتر، شایدم داخل قبر خیلی سختتر، شایدم روز قیامت خیلی سختتر. گفتی نماز نمیخوان. بیاین جوان عزیز باور بکنین، بالاترین رمز و کلیدی که برای تو میدهم که تو بتوانی مشکلات خود رو کاملا از سر راه خود دور بکنی، حلال مشکلات تو نماز است. این نماز رو درست بکن. اگر نماز میخوانی باز مشکل داری، در نماز خود مشکل داری. نماز میخوانی اما نمازی که الله میخواهد نمیخوانی. ارزیابیش بکن، نماز رو بررسی بکن که شاید نماز تو دست پای خوب نداشته باشد، شاید قیام نداشته باشه، قرائت نداشته باشه، سر نماز نباشی، شاید خواب باشی، شاید نشاط نداشته. خیلی جوانان با من تماس میگیرن جناب مولانا از نماز لذت نمیبرین، به خاطر که نماز خوب نمیخونیم، اون طرف در کنارش گناه هم میکنیم،